چه خبره؟ کامارو عثمان اینجاست. میخوام در مورد اولین میلیون دلاری که درآوردم صحبت کنیم. یه نیسان ماکسیمای سفید خریدم، حدود 30,000 دلار واسم تموم شد. راستش نیسان ماکسیما ماشین رویایی نبود، اما نیسان ماکسیما بهترین ماشین توی اون رنج قیمت بود. خرید بعدیم یه ساعت رولکس بود، با محاسبه مالیات و اینا حدوداً 20,000 دلار واسم هزینه برداشت. ساعت زیبایی بود، خیلی خوب بود، به همه چی می اومد و احساس خوبی بهم میداد. تو هر مسابقه حواسم به مربیام هست. حدود 20% درآمدم رو به اونها میدم که تقریباً 200,000 دلار میشه. دخترم برام از هر چیزی توی دنیا با ارزش تره. اون توی یک مدرسه خصوصی درس میخونه که هر سال برای من 10 تا 15,000 دلار هزینه داره. اون کلاس دوم پس ترجم 30,000 دلار واسش خرج کرد. با 500,000 دلار هم خونه خریدم. از اون استخرهای بزرگ بی انتها نداره، اما چمنه رو یکی کوتاه میکنه. همش بهم میگفتن سرمایه گذاری کن، پولتو توی بورس و بازار بذار. منم که از این داستانا سردر نمی آوردم. یه دوست منو به یه خانم سرمایه گذار معرفی کرد. با هم قرار گذاشتیم و حرف زدیم. اون واقعا خوشگل بود. چیزی بین اون اتفاق نیفتاد، ولی خب واقعا خوشگل بود. خیلی راحت از همین طریق حواسمو پرت کرد. من حدود 60,000 دلار بهش پول دادم و دیگه هیچ وقت چشم به اون پولا نخورد. آره، باید بیشتر درباره این شخص تحقیق میکردم. بهش 60,000 دلار دادم که پرید. بعد از اون دیگه از سرمایه گذاری متنفر شده بودم، اما بازم برای سرمایه گذاری راضی شدم و این بار با افراد باهوش و دانایی همکاری کردم. خودم تو بازار رفتم و 30,000 دلار دیگه سرمایه گذاری کردم که این یکی خیلی سود کرد. یه رنج روور جدید گرفتم که خیلی خوشگل بود، عاشقش شدم، که تقریبا واسم 80,000 دلار هزینه برداشت. برادر بزرگم دکتر عثمان میخواست ازدواج کنه و من باید کمکش میکردم، که حدودا 50,000 دلار هم خرج